سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. درود بر شما. بریم برای روانخوانی ارمیا رو میخوام بهتون بگم که یه بسیار روانخوانی خیلی داستان خوبی داره و یه جورایی توی ذهنتون منو سوال هم ازش اومده کم و بیش. خب چند بار بگویم اسم آقا سهراب صلوات دارد؟ اینکه اسم کسی صلوات داشته باشه کنایه از ارزشمند بودنه اون شخصه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارمیا و سهراب میخندیدن، صدای تانک دیگری از دور میامد، به صدا توجهی نمیکردن. هر سه روحیه گرفته بودن. ارمیا از نشانگیری دقیق و سهراب از نشانگیری دقیق سهراب تعریف میکرد. مصطفی که تا آن موقع ساکت نشسته بود آرام گفت ما رمیت و ازا رمیت و ولکن لا رمیت. تضمین داره چون آیه قرآن رو عیناً آورده. آقا مصطفی چی فرمودی؟ یه دفعه زدی کانال دو، کنایه از این که به زبان دیگه سخن گفته. ارمیا جان ترجمه کن ببینم. ترجمه کن ببینم یعنی ترجمه کن بفهمم. اینکه ترجمه کنه، ترجمه که میکنه تو میشنوی، اینکه ببینه یعنی میفهمه، یعنی درونه، این میشه حسامیزی باشه. ارمیا خندهش رو خورداران سری تکان داد. حق با مصطفاست و ما رمیت و ازا رمیت. یعنی وقتی تو تیر میزنی این تو نیستی که تیر میزنی، بلکه خداست. این معنی دقیقا همون آیه بالاه، یعنی همه چیز از خدا سرچشمه میگه. پس اگه قرابت معنایی اومد دقت کن، این و ما رمیت یعنی همه چی به خدا بستگی داره. و این که تو داری می نویسی، این که من الان دارم درس می دم، من نیستم بلکه خداست، چون همه ما سرچشمه اون از خداست. بابا اینجا همه علامه، یعنی همه دانشمندن، یک کلاس آشنایی می گذاشتید برای ما. چجوری اینقدر خوب معنی قرآن رو می فهمی؟ جان من معنی این رو چجوری می فهمی؟ باز هم ما رو گرفتی ها، این سر کار گذاشتی، کنایه سر کار گذاشتن. کاری ندارد که، کافیست ریشه ها رو بشناسی. مثلا رمیه می شود پرتاب کردن، رمیتو می شود مخاطب، رمیته می شود مخاطب. تو یک مرد تیر میزنی، کاری نداره، ساده است. مصطفی ساکت شد و بعد انگار چیزی کشف کرده باشد به ارمیا گفت ارمیا اگر فعل امر رمیه چه می شود؟ اگر گفتی فعل امر رمیه چه میشه، می شود ارمی. مصطفی و ارمیا با هم خندیدن. ارمیا منظور مصطفی را فهمیده بود، خیلی دوستش به او بگوید. مادرش در خانه او را ارمی صدا می زند. اما هیچ نگفت. خب درست گفتی، وقتی میخواییم بگوییم تو یک مرد تیر بزن میگوییم ارمی. حالا اگر به دو مرد عرب بخواییم بگوییم که تیر بزنید چه باید بگوییم؟ سهراب که با دقت به حرفای مصطفی گوش میداد گفت میگوییم ارمی ارمی. اولی تیر میزن بعد دومی. هر سه با هم خندیدن. سهراب مطمئن نبود که حرفش اشتباه هست. دبابا ماشالله، یعنی آنچه خدا بخواهد، برای دوری چشسخ ماشاءالله استفاده میکنم. ما عمری عربی هر زمین ادخیل، یعنی پناه بر تو، الموت لستنا، یعنی مرگ بر سر، الله اکبر، خدا بزرگتر است. مصطفی در حالی که میخواییم گفت البته اسم آقا سهراب صلوات داره، ولی آقا سهراب به عربی اگر بخواییم بگویم شما دو نفر تیر بزنید یعنی مصنع میشود ارمیا. همین ارمیا که اینجا نشسته. بس ارمیای اول با ارمیای دوم که اسمه، این دوتا با همدیگه جناس همسان دارن. اول یعنی شما دو مرد تیر بزنید، دوم هم که اسم طرف بود. سهراب با تعجب نگاهی به ارمیا که انگار برای اولین بار است که ارمیا را میبیند. جلل خالق، یعنی خدا بزرگ و با شکوه. یعنی ما هر بار آقا ارمیا را صدا میزنیم داریم میگیم شما دوتا مرد تیر بزنید، بی خود نیست با کلاشینکوف میخواست برود تانک بزند. کلاشینکوف سلاحیه که هم به صورت خودکار نمی خودکار کار میکنه. صدای قرش تانک دوم از نزدیک به گوش میرسید. هر سه نفر ساکت شدن. ارمیا و مصطفی دوباره مبهوت به سهراب نگاه میکرد. مبهوت یعنی بهت زده. دوباره اسلحه را برداشت، موشک دوم را جا انداخت، آن را روی شانه محکم کرد. اما قبل از اینکه بلند شود انگار چیزی یادش آمده باشد پرسید آن آیه که خواندی چی بود؟ و ما رمیت و ازا رمیت و ما رمیت ازا رمیت ولکن الله رمیت. تضمین دوباره داره. برخاست آیه رو زیر لب تکرار کرد و فریادی کشید و شلیک کرد. صدای قرش تانک نزدیکتر میشد. موشک به شنی تانک نخورد. اطراف تانک خاک غلیظی به هوا میرفت. سهراب به سرعت موشک دیگری را داخل سلاح جا انداخت. ارمیا را با دست سر جایش نشاند و بلند شد. هر سه
نفس راحتی کشیدن. مصطفی و ارمیا با مسلسل به سمت آتش تیراندازی کردند. بس از دیگر آنچنان زدم که اگر کسی زنده از آن تو بیرون بیاد با تیر کلاش دیگر نه، یعنی عمرن دیگه اون کسی که اون تو بوده زنده نیست. عده ای از افراد گردان با صدای انفجار تانکا به طرف این گروه سه نفری آمدن، دوروبر آنها رو گرفتن. سهراب گل کاشتی، ای والله گل کاشتی کنایه از این که کار به جای انجام دادی. البته باید دقت کنید به مفهوم جمله، بعضی موقع گل کاشتی هم تمسخر و توهین هستش. مثلا میگه عجب بابا گل کاشتی، یعنی کار بسیار زشتی انجام دادی، گند زدی. ای والله آفرین. پیرمرد هیکلی خیلی به درد میخورد. مرده فیل 100 تومن و زندهش هم 100 تومن، ارسال المثل و همچنین بعدیش که میگه دود هم هنوز هم از کنده بلند میشه. کنده یعنی هیزم. سهراب دستی به پیشانیش کشید، قیافش کودکانه شده بود. ما رو گرفتی، اونا دو تا تانک، اونها تانک هستن، دود از تانک بلند میشه، کنده دیگر چیز. در دل از تعریف کردن دیگران میرنجید، از خودشا به نظرش میامد یک موشک را بیهوده از دست داده. صدای موتور دیزلی چند تانک هم همه را به خود آورد. دوباره صورت سهراب جدی شد، دستور داد که همه سنگر بگیرن. با دستی که از تانکا رو نشان داد و مصطفی گفت مصطفی این روی برجکش تیربار دارد. برجکی سازه چرخانیه که روی تانک بوده، حواستان باشه تیربار هم این سلاح خودکار پستر هم میزد. احتمالاً پیاده از پشت دنبالش میآین. باشد آقا سراب، حواستم هست. ارمیا شما هم بدو برو طرف چپ، آنجا به مهندس بگو هم نفر بفرستن، هم RPG بفرستن. دوم حضب قرینه لفظی شده. آنقدر جدی صحبت کرد که ارمیا بدون هیچ درنگ یعنی معطلی اسلحه‌اش را برداشت و دوید. حالا آنقدر تند ندو، توی راه اسیر نگیری یا بگذار چند تاشان هم به ما برسد. با تمام نیرویی که داشت میدوید، هر از گاهی صدای تیر یا انفجار او را به خود میآورد. اگرچه نمیترسید اما او را وهم گرفته بود. ایستاد، چشمهایش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد. تا جایی که چشم کار میکرد هیچ کس دیده نمیشد. نفس گرفت و دوباره با تمام سرعت دوید. هنوز چند قدم بیشتر ندویده بود که عربی میشنید، نمیدانست در خیال است یا واقعیت. خیال و واقعیت با هم تضاد دارد. به دور و برش نگاهی کرد، اشتباه نمیکرد. 100 قدم جلوتر چند عراقی با لباسهای پلنگی و کلاههای کج روی خاکریز ایستاده بودند. به آنها نگاه کرد، نمیدانست که آنها هم او را دیدن یا نه. درنگ کرد، بند تفنگش را از روی شانه برداشت، آن را به دست گرفت، به طرف عراقیها نگاه کرد و پشیمان شد. تعدادشان بیشتر از آن بود که به تنهایی بتواند با آنها مقابله کند. صدای عراقیها را که با دست نشانش میدادند او را به خود آورد. برگشت از همان راهی که آمده بود، به سرعت می دوید. هر دو سه بار سکندری خورد. سکندری یعنی به مانعی برخورد بکنی و بیفتی و هی قلب بخوری به میگه سکندری خورد. به زمین افتاد، دستش می سوخت، سرش را برگرداند و به عقب نگاه کرد. دو نفر از عراقی‌ها به او نزدیک شده بودند. هر لحظه انتظار داشت سوزشی در کمرش احساس کند و به زمین بیافتند. منتظر صدای گلوله بود. به خود آمد، کنار از این که متوجه شد. همانطور که می دوید بند اسلحه را از روی شانهش برداشت، آن را مسلح کرد و خود را به زمین انداخت. دو عراقی که فکر میکرد ارمیا به زمین افتاده است، با سرعتی بیشتر به سمتش می دویدن. ناگهان ایستادن و خود را به زمین انداختن. صدای رگباری شنیده شد، تیر به آنها نخورد. ارمیا متوجه که تیر به آنها نخورده است، از جا بلند شد. بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه به سمت بچه‌ها دوید. کم کم دود ناشی از سوختن تانک ها را می دید. سرش گیج می رفت. به پشت سرش نگاه کرد. هیچ کس او را تعقیب نمی کرد. در خیال می دید که صدها نفر با لباس های پلنگی و کلاهای کج را دنبال می کنند. یکی از آنها از او جلو افتاد. ارمیا همینطور که می دید پشت سرش نگاه می کرد. محکم به یکی از آنها خورد که راهش را سد کرده بود. سعی می کرد خود را نجات دهد. ارمیا همونطور که می دوید به پشت سر نگاه میکرد، در آغوش او افتاد. سعی میکرد خود را نجات دهد اما دستان مصطفی او را محکم گرفته بود. به چهره مصطفی دقیق شد. مصطفی گریه میکرد، برجکش را زد، گفت یا علی، بلند شد. بعد یک دفعه دیدیم سرش چرخید، بعد زد، برجکش را زد، ببینش هنوز جان دارد، نگاهش کن. ارمیا سرش گیج میرفت، همه چیز را تیر و تار میدید. من را میخواستن اسیر بگیرن، دستور از بالا بوده. من برای آینده‌ام برنامه‌ریزی کرده بودم، برای همین شهید نمی‌شوم دیگر.
نمیفهمید چه میگوید. خاطرات به صورت مبهم، این داره ابهام، از جلوی چشمانش میگذشتن. سهراب را روی زمین گذاشته بودن، یک طرف صورت گوشت آلودش گم شده بود. هر چند لحظه یک بار زانوی چپش مرتعش میشد، یعنی میدرزید. ارمیا سرش را روی سینه سهراب گذاشته بود، به زانوی چپ او نگاه میکرد. میبینی ارمیا رو به قبله خواباندیمش، کنایه از این که دیگه مرده تموم شد. به گفت به راست به چرخانیم سمت کربلا. آری میبینم آرام دارد حسین حسین میکنه. چرا دیگر زانوش تکان نمیخورد؟ چقدر آرام شده. آقا سهراب شلوغ نکنی ها، حالا چطوری ببریمش تا سر جاده؟ خوب شد تو شهید نشدی مصطفی. من چجوری شما دوتا را میبردم تا سر جاده؟ آقا سهراب خیلی سنگین است، البته اسم صلوات دارد، اللهم صل علی. چرا صلوات نمیفرستی مصطفی؟ بفرست دیگه، اللهم صل علی. خیلی سنگین است، وقتی داری میبریمش شاید توی خاکهای جنوب فرو برویم. این اغراق داره. ارمیا از رضا امیرخانی با تلخیص، یعنی خلاصه بوده. خب بریم 147 صفحه 147 رو بگیم درک و دریافتشو. میگه شخصیت اصلی داستان چه کسی است؟ ارمیاس. ویژگی‌های رفتاری او با نظم و رفتارهای متفاوت داره. با توجه به آیه شریفه بیت زیر متن روانخانه تحلیل کنید. اینکه سرچشمه همه چی از خدا هستش، اینو داره بیان میکنه. خب بریم وارد ادبیات جهان بشیم و درس 17. درس 17 در واقع میشه گفتش که خنده تو. درس مهم نیست، از پابلو نرودا، هوا را از من بگیر خندت را نه. نماد زیاد داره، استعاره هم زیاد داره، با دقت گوش بدید. نان را از من بگیر، اینجا مجاز از نیازهای اولیه است. اگر میخواهی هوا را از من بگیر. هوا را از من بگیر، هوا میشه مفعول، من میشه متمم. چهار جزئی گذرا به مفعول و متممه. ایکس را از ایگرگ گرفتن. بعد میگه اما خنده ات را نه. گل سرخ را از من بگیر. اینجا گل سرخ استعاره از لب هاست، لب های خندان. مگیر و بگیر با هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن. سوسنی را که میکاری. خب اینجا سوسن رو در واقع میکاری، سوسن رو کاشتن، کلش کنایه از خندیدنه. سوسن اینجا استعاره از اون در واقع دندوناش میشه گفتش هست. از پس نبردی سخت باز میگردم، با چشمانی خسته که دنیا رو دیده است، بی هیچ دگرگونی. اما خندت که رها میشه، که حرف ربط وابسته سازه. اینکه خنده رها میشه، یعنی خنده شبیه موجودی شده که داره رها میشه و میچرخه و پرواز میکنه جلوتر داره میگه. پس این استعاره مکنیه و تشخیص هم میشه گفتش داریم. اونجا که میگه پرواز کنه در آسمان مرا میجوید، اینکه خنده داره یکی میجویه پیدا کنه، این تشخیص داره. خب تمامی درهای زندگی، یعنی زندگی شبیه ساختمانهایی شده که در داره، این اضافه استعاری و استعاره مکنی است. به رویم میگشاید عشق من خنده تو، استعاره مکنیه داره. خنده تو یعنی عشق من خنده تو هستش. در تاریک ترین لحظه ها میشه گفت، این که خندت در تاریک ترین لحظه ها میشه کفت، این استعاره مکنیه داره. یعنی خنده شبیه گلی شده که داره میشکفه. و اگر دیدی به ناگاه، یعنی صورت ناگهان، خون من بر سنگ فرش خیابان جاریست، بخند. زیرا خنده تو برای دستان من مانند، یعنی منظورش اینه، شمشیریست آخته. آخته یعنی بیرون کشیده شده، اینجا تشبیه داریم. خنده تو در پاییز در کناره دریا، موج کفالودش را باید برفرازه. یعنی خنده تو مثل دریایی که موج چی داره؟ کفالوده داره. پس اینم استعاره مکنی است. و در بهاران، یعنی هنگام بهار، الف و نون اینجا الف و نون زمانه. حالا جلوتر بریم انواع الف و نون رو اینجا بهتون میگم. همینجا قبلا هم گفتم، البته ما یه الف و نون جمع داریم مثل مردان، یه الف و نون زمان داریم مثل همین بهاران. یه الف و نون چی بهش میگیم؟ میگیم زمان. یه الف و نون داریم، الف و نون محل و مکان میشه مثل گیلان.
مثل گیلان. الف و نون بعدی الف و نون نشانه قیدیه، مثل شادان. البته حالت هم ما به این میگفتیم. الف و نون بعدی هم شباهته، مثل کوهان. پس دقت داشته باشید به این قضیه، البته کامل ترشو قبلا بهتون گفته بود. خب، و در بهارانش من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، مانند گلی که در انتظارش بودم. ماننده پس تشبیه داریم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. کیو میخونه؟ مرا. اون کم کرده حرف ربطه واسه. ببین گل سرخ کشور، البته این توی کارگاه متن‌پژوهی هم هستش، گفتم اینجا هم براتون انجام بدم. گل سرخ کشورم. بله تو دقت کنید، بذار ببینم در کارگاه متن‌پژوهی هم اینو آورده که گل سرخ کشورم رو توضیح بده. خب گل، گل میشه هسته، اولین اس از سمت راست. گل چجوری سرخ؟ سرخ یه جورای صفت کشور میشه مضاف الیه، چون اسمیه که پشت اس بیاد، میمش هم که ضمیره، اسمیه که جلو اسم اومده میشه مضاف الیه، مضاف الیه، پس میشه وابسته وابسته. اینم نکته بعدیش. خب ادامه بدیم. گل سرخ کشورم که مرا میخواند، بخند بر شب و بر روز و بر ماه. روز و شب با هم اینجا هم تضاد میشه، گفتم تناسبه. بخند بر پیچا پیچ خیابانهای جزیره، اما آنگاه که چشم میگشایم و میبندم، میبندم اینجا که نه از مردنه، آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردن، نان را، هوا را، روشنایی و بهار را از من بگیر. یعنی هرچی که دارم و ندارم و بگیر، اما خندت را هرگز، قیده، تا چشم از دنیا نبندم. یعنی اگر تو بخندی من جاودانه زندگی میکنم. از پابلو نوردا بود. خب میرم سراغ کارگاه متن‌پژوهی. برای واژه آخته دو معادل معنایی بنویسید. آخته یکی بیرون کشیده شده میشه، یکی برافراشته هم معنی میده. الف و نون انواعشو که گفتم، سحرگاهان هنگام سحر، دیلمان مکان دیلم، کوهان یعنی مانند کوه، کاویان منصوب به کا، کاو خواهان هم که صفت فاعلیه. گفته الف و نون زیر رو بگید، بهاران هنگام بهار، بابکان منصوب به بابک، خاوران محل خاور میشه، یعنی شرق، خندان میشه صفت فاعلی. حالا اومده پایین میگه نمادها رو بگو، نان رو از من بگی. اینجا نماد از هر چیز مادی هستش، خوراک هستش. خندت را نه، خنده اینجا کنایه از شادیه، نماد از شادیه. گل سرخ هم نماد زندگی و عشق هستش. میگه در این قسمت از متن دست شاعر از کدام آرای ادبی بهره برده؟ اما خندت را که رها میشه پرواز کنه در آسمان مرا میجا. اینجا استعاره مکنیه تشخیص تو شعرم گفتیم، اونجاش که خندش پرواز میکنه میشه گفتش خندش های پرنده شده پرواز میکنه، بس استعاره مکنیه اونجا هم که میجویه یه چیز میشه تشخیص. تمام درهای زندگی را، زندگی شبیه ساختمونه که در داره، بس اینم اضافه استعاره مکنی است. بریم پایین. میگه درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسید، و اگر دیدی به ناگه خود من بر سنگفرش خیابان. یعنی شادی ما نابود کننده دشمنه، اینو میخواد بگه، و شادی بهترین سلاحه در مقابل دشمنان ما. حالا توی این سروده زیر هم که گفته به شاد بودن اشاره میکنه و دور شدن از غمها. خب میریم سراغ گنج حکمتمون، مسافر. خیلی نکته خاصی نداره، از یوهان کریستوفر فریدریش هست شیلر که نکتهاشو میگم. دلم میخواهد بر بالهای باد بنشینم. باد شبیه پرنده شده که بال داره، میشه استار، اضافه استاری، استاره مکنیه، بالهای باد. توجه کنی، بالهای باد، یعنی باد شبیه پرنده است که بال داره، پس این اضافه استاری، استاره مکنیه یا پنهان، ولی چون این انسان نیست تشخیص
نیست. خب بنشینم آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده زیر پا گذارن طی کنم تا مگر روزی به پایان این دریای بیکران. دریای بیکران کجاست؟ منظورش جهان آفرینشه. این جهان آفرینش شبیه چیه؟ دریای بیکرانه. میشه چی؟ استعاره مسرحه. خب پس دریای بیکران استعاره مسرحه جهان آفرینشه. رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحد یعنی مرز جهان خلقتش را قرار داده است فرود آیم. از همکنون در این سفر دور و دراز ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود میبینم که راه هزاران ساله را در دل افلاک میپرفرن. اینجا دل افلاک رو نگیری افلاک شبیه یه انسان شده دل داره، اینجا یعنی در عمق افلاک و اضافه استعاری نیست، تشخیص هم نیست، تا به سرمنزل غایی سفر خود برساند. اما بدین حد اکتفا نمی کنم، همچنان بالاتر می روم. بدانجا می روم که دیگر ستارگان افراک را در آن راهی نیست. در یک جاده خلوت ره گذری به من نزدیک می شود. می پرسد این مسافر بیست با چنین شتاب به کجا می روی؟ می گویم دارم به سفر به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحد دنیای خلقت قرار داده، یعنی آخرش، مرزش، و دیگر در آن زی حیاتی نفس نمیگیره، یعنی صاحب حیاتی. اوه بای بیست، بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. اگر نمیدانی که داری با عالم بی پایان و بی حد و کران قدم میزنی. کران یعنی هم حد داشتن، کران مرز داشتن، ساحل داشتن. ای فکر دور پرواز من، منادا قرار دادن چیز بی جان، تشخیص استعاره مکنیه. بالهای عقاب آسایت، یعنی بالهای شبیه به عقاب تو، این که خیالش بالدار و اینا هم میشه باز استعاره مکنیه. خب عقاب آسا اینجا تشبیه هم داریم. از پرواز باز دار، این بی خیال شو، و توی کشتی تندروی خیال من، یعنی خیال شبیه چی شده؟ کشتی شده، باز میشه اضافه تشبیهی، تشبیه بلیغ. نگاه کن، کشتی خیال، کشتی خیال، یعنی خیال شبیه کشتی شده، میشه اضافه تشبیهی، مانند میشه از دومی به اولی. خب همین جا لنگر انداز. لنگر انداز کنایه از متوقف شدن، زیرا برای تو بیش از این اجازه سفر نیست، یعنی تو بالاتر از این حد نمیتونی بری، تا یه جایی میتونی بری. مفهوم کلیش رسیدن به خداست و اینکه ما یه حدی داریم حتی برای رسیدن به خدا و یه جایی بالاتر هم نمیتونیم بریم. گنج حکمت مسافر بود، امیدوارم که مفید باشه بوده باشه برای شما. خدا نگهدارتون. سلام و درود به شما. بریم درس 18 عشق جاودانی. آیا چیزی در مخیله آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد؟ اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟ پرسش انکاری، یعنی چی نیست، همه چی تو گفتی. چه حرف تازه‌ای برای گفتن مانده است؟ حرف اینجا مجاز از سخنه، یعنی چه سخن تازه‌ای من دارم که بگم؟ با یا چه چیز تازه‌ای برای نوشتن مانده است؟ هیچ چیزی نمانده است. دوباره نگاه کن، حذف به قرینه چی داریم؟ لفظی داریم ها. چه حرف تازه‌ای برای گفتن مانده است؟ یا چه چیز تازه‌ای برای نوشتن مانده است؟ خب که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کن. سجایای جمع سجیه است، یعنی خلق‌ها، و در واقع میشه گفتش که خصلت‌ها. هر روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم. ذکری واحد یعنی یک سخن، یک سخن مکرر یعنی با تکرار. و آنچه را قدیمی است قدیمی ندانم، که تو از آن منی، یعنی تو برای من اینجا اون آنه بود، بهتون میگفتم و از این موقع آنه معنی مالکیت میده اینه، و من از آن تو هم، یعنی من متعلق به تو هستم. درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم، یعنی خواندم. اینجا درباره عشق داره صحبت میکنه، میگه عشق هیچ تکراری نمیشه، همیشه مثل روز اول میمونه برای ما، و هزار بارم اگه تکرارش کنی بازم شوقش رو داری، یعنی هیچ تکراری نیست. این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان میبینه. اینکه عشق داره میبینه، ما تشخیص و استعاره مکنیه داریم.
چون عشق نمیتونه ببینه که. عشق شبیه انسانی شده که داره میبینه. پس عشق شبیه انسان بشه یعنی چیه؟ یعنی که ما در واقع داریم این نکته رو یادآوری میکنیم. عشق شبیه انسان شده یعنی استعاره مکنیه اتفاق تشخیص اتفاق افتاده و استعاره مکنیه داره و نه توجهی به گرد و غبار و جراحت پیری دارد. این گرد و غبار و اینها میشه استعاره از اون موی سفید ها و نه اهمیتی به چین و شکنهای ناگزیر سال خوردگی میدهد. سال خورد ای سال معنی داره، خورد معنی داره، بن ماضیه، هش و گش اونا میشن وندش، پس این میشه وندی مرکب میدهد. بلکه همواره عشق قدیم را موضوع صحیفه شعر خود میگرداند. خب موضوع صحیفه شعر خود، دقت کن، موضوع صحیفه شعر خود، موضوع که میشه اولین از سمت راست میشه هستم، صحیفه میشه چی؟ میشه مضافون الیه، شعرم دوباره میشه مضافون الیه، مضافون الیه، خودم که مضافون الیه، مضافون الیه، مضافون الیه میشه خود چون برای شعر. پس به این حالت. حالا بعضی هم میگن آقای رفی نمودارش هم برای ما بکش، ما نمودارش هم بکشیم، خود میاد به شعر، کلش میره به صحیفه، کلش میره به موضوع، این شکلی میشه و اینم وابسته، وابسته وابسته است، این وابسته 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 و این هم هسته میشه. خب ادامه میدیم. میگرداند و نخستین احساس عشق را در جایی میجوید. این که عشق را در جایی داره میجویه اینم تشخیص داره که خود در آنجا به دنیا آمده است، همانجا که شاید اینک دست زمان، یعنی زمان شبیه انسانه که دست داره، پس میشه اضافه چی؟ میشه اضافه استعاره، استعاره مکنی، و صورت ظاهرش مرده نشانش بدهد. غزلواره شکسپیر. ببین کل مفهوم عشق جاودانه این بودش که عشق همیشه جاودانه است، هیچ وقت کهنه نمیشه، حتی با اینکه تکرار داره برای ما جالب و جذاب. بریم سراغ کارگاه متن‌پژوهی. صحیفه گفته معناشو بگیره که کتاب، نامه، ورق. حذف فعل رو توی خود درس گفتیم، اون مانده است بود که حذف به قرینه لفظی بود. استفهام انکاریش هم گفتیم تو خود درس میاد. میگه شکسپیر عشق جاودانه چه ویژگی هایی میشه؟ یک، مشروب رو جوان میبینی. دو، گذر اون به گذر اون بی توجه. سه، قدیمی نمیشه. چهار، مقدسه، همیشه هم براش هم جوونه. خب در سطح های زیر به چه نکته گفته شده و در واقع تاکید شده به ارزشمندی عشق؟ چه حرفی تازه برای گفتن مانده به ارزشمندی عشق و اینکه بیان نمیتونه عشق رو کامل بگه. برای همین میگه هیچی نمونده که من نگفته باشم. یعنی جای جورایی هم میشه گفتش که دیگه از عشق همه چی که وجود داشته رو این برای مشروبش گفته. مضمون به این تزیر از کدام بخش از سرود شکسپیر قابل دریافت است؟ یه قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اینکه عشق تکراری نمیشه و همواره تازه است. بله به این حالت. حالا بریم سراغ روانخانیمون. روانخانی برای آخرین درس رو اشاره میکنه. خیلی روانخانی سختی نیستش، فقط یه دو سه تا کلمه شاید داشته باشه که یا مشکل ساز بشه براتون، ولی چند تا کنایه داره، خیلی چیز خاصی نداره. آن روز مدرسه دیر شده بود و من بیمان داشتم که مورد عتاب معلم واقع گردم. عتاب یعنی سرزنش. علل خصوص، یعنی به خصوص که معلم گفته بود درس دستور زبان خواهد پرسید و من حتی یک کلمه از آن درس نیاموخته بودم. به خاطرم گذشت که درس و بحث مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم. هوا گرم و دلپذیر بود. گرم و دلپذیر واو واو بین دو تا اسم اومده، بس واو واو عطفه. و دلپذیر هم واژش مرکبه. خب مرغان در بیشه زمزمه ای داشتن. این همه خیلی بیشتر از قواعد دستور خاطر مرا به خود مشغول می داشت. اما در برابر این وسوسه مقاومت کردم و به شتاب راه مدرسه را پیش گرفتم.
وقتی از پیش خانه کت خدا میگذاشتم دیدن جماعتی آنجا ایستادن و اعلانی را که بر دیوار بود میخوانند. دو سال بود که هر خبر ملال انگیزی که برای ده میرسید از اینجا منتشر میگرد. این جمله مرکب مستقله کم داره، دوتا هم که داره، حرفای ربط و اساس. از این رو من بیان که در آنجا توقفی کنم با خود اندیشیدم که باز برای ما چه خوابی دیدن، یعنی چه نقشه برام کشیدن. آنگاه سر خیش گرفتم یعنی کار خودم رو شروع کردم به سمت اون ور رفتن و راه مدرسه در پیش گرفتم، از قرین لفظی، و با شتاب تمام خود را به مدرسه رساندم. در مواقع عادی اوایل شروع درس شاگردان چندان بانگ و فریاد میکنن که قلقله آنها به کوی و برزن میرسید. همون کوچه میشه قلقله شلوغی. با آواز بلند دست را تکرار میکردم و بانگ و فریاد میآوردم و معلم چوبی را همواره در دست داشت، بر زمین میکوبید و میگفت ساکت شوید. آن روز هم به گمان آن که وضع همان خواهد بود انتظار داشتم که در میانه بانگ و همهمه شاگردان آهسته و آرام به اتاق درس درآیم، بیان که کسی متوجه تأخیر ورود من گردد، بر سر جای خود بنشینم. اما برخلاف آنچه من چشم می داشتم آن روز چنان سکوت و آرامش در مدرسه بود که گمان می رفت از شاگردان هیچ کس در مدرسه نیست. از پنجره به درون اتاق نظر افکندم، شاگردان در جای خود نشسته بودند و معلم با همان چوب رعب انگیز یعنی ترسناک که همواره در دست داشت در اتاق درس قدم می زد. لازم بود که در را بگشایم و در میان آن آرامش و سکوت وارد اتاق شوم. پیداست که تا چه حد از چنین کاری بیم داشتم، می ترسیدم و تا چه اندازه از آن شرم می بردم، اما دل به دریا زدم، کنایه از جرأت پیدا کردم و اتاق درس وارد شدم. لیکن معلم بیان که خشمگین و ناراحت شد از سر مهر نظری بر من انداخت، نگاهی کرد و با لطف و نرمی گفت. چجوری گفت؟ لطف و نرمی قید. زود سر جایت بنشین، نزدیک بود درس را بی حضور تو شروع کنی. با لطف و نرمی سخن گفتن همیشه حسامیزی باشه. از کنار نیمکت ها گذشتم و بیدرنگ بر جای خود نشستم. وقتی ترس و ناراحتی من فرو نشست خاطرم تسکین یافت. تازه متوجه شدم که معلم لباس ژنده معمول هر روز را بر تن، ژنده یعنی کهنه، و به جای آن لباسی را که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می آمد نمی پوشید بر تن کرده است. گذشته از آن تمام اتاق درس را ابهت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است فرا گرفته بود. ابهت همون شکوه میشه. اما آنچه بیشتر مایه شگفتی من گشت آن بود که در انتهای اتاق بر روی نیمکت هایی که در مواقع عادی خالی بود جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند. کت خدا، مأمور نامرسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف در آن میان جای داشتند. همه افسرده و دل مرده به نظر می آمدند، ناراحت. پیرمردی که کتاب الفبای کهنه ای همراه داشت آن را بر روی زانوی خیش گشوده بود و از پس عینک درشت ستبر، یعنی ستبر هم بزرگ میشه، به حروف و خطوط آن مینگریست. هنگامی که من از این احوال غرق حیرت بودم معلم را دیدم که بر کرسی خیش نشست و سپس با همان صدای گرم میشه گفت، حسامیزی داره، صدا رو میشنوی گرماش رو از درونت حس میکنی، صدای گرم اما سخت، که هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت فرزندان این بار آخر است که من به شما درس میدادم. دشمنان حکم کردند که در مدارس این نواحی زبان خود آنها تدریس نشود. معلم تازه فردا خواهد رسید و این آخرین درس زبان ملی شماست که امروز میخوانید. از شما خواهش دارم که درس من درست دقت کنید. این سخنان مرا سخت دگرگون، سخت یعنی بسیار، قیده، قبلا هم صحبت کردم راجعش. معلوم شد که آنچه بر دیوار خانه کت خدا اعلان کرده بودن همین بود که از این پس به کودکان ده آموختن زبان ملی ممنوع است. آری، این آخرین درس زبان ملی من بود. مجبور بودم که دیگر آن را نیاموزم و به همان اندک مایه‌ای که داشتم قناعت کنم. قناعت یعنی راضی باشم. چقدر تأسف خوردم. پیش از آن ساعت‌های درازی را از عمر خیش تلف کرده و به جای آن که به مدرسه بیایم به باغ و صحرا رفته و عمر به بازیچه به سر برده بودم. یعنی شوخی گرفته بودمش.
کتاب هایی که تا همین دقیقه در نظر من سنگین و ملال انگیز می نمود، ملال انگیز مرکبه، دستور زبان و تاریخی که در این زمان به سختی حاضر بودم با آنها نگاه کنم، اکنون برای من در حکم دوستان کهنی بودند که ترک آنها و جدایی از آنها به سختی ناراحت و متأثرم که تأثیر گذاشته بود، ناراحتم میگه. درباره معلم نیز همان گونه می اندیشیدم، اندیشه آن که وی فردا مرا ترک میکنه دیگر او را نخواهم دید. خاطرات تلخ حسامیزی داره. تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضربات چوبی را که از او خورده بودم از صفحه ضمیرم یک بار محو کرد. ضمیر شبیه یک صفحه شده. ضمیر یعنی ذهنش. این میشه اضافه تشبیه. معلوم شد که به خاطر همین آخرین روز درس بود که وی لباسهای نوع خود را بر تن کرده بود. و نیز به همین سبب بود که جماعتی از پیران دهکده و مردان محترم در انتهای اتاق نشسته بودند. گویی تأسف داشتند که پیش از این نتوانسته بودند لحظه چند به مدرسه بیایند و نیز گمان می‌رفت که این جماعت به درس معلم ما آمده بودند تا از او به سبب 40 سال رنج شبانه روزی و مدرسه داری و خدمتگزاری. دقت کن، خدمتگزاری املاش مهم و زهره ای بعد بنویسیم، چون خدمت رو ادا کردن هم و زهره ای بود، قدردانی کنن. در این اندیشه ها مستقرق بودم که دیدم مرا به نام خواندن. این که مرا به نام خواندن حسامیزی داره. در اندیشه ها مستقرق بودم یعنی غرق بودم. این که دیدم مرا به نام خواندن یعنی فهمیدم مرا به نام خواندن. نامو میشنم، فهمیدن درونش میشه حسامیزی. میبایست که برخیزم و درس را جواب بدم. راضی بودم تمام هستی خودم را بدم تا بتوانم و صدای رسا بندیه برس رس رسا و بیان روشن حسامیزی داریم. بیان روشن، بیان میشنه روشنی شاید در مدرسه میکنی. درس دستور را که بدان دشواری بود از بر بخوانم، از حفظ، اما در همان لحظه اول در ماندم و نتوانستم جواب بدم. حتی جرأت نکردم سر بردارم و به چشم معلم نگاه کنم. در این میان سخن او را شنیدم که با مهری و نرمی میگفت: فرزند، تو را سرزنش نمیکنم، زیرا خود به قدر کفایت متنبه شده، یعنی آگاه شده. میبینی که چه روی داده است. آدمی همیشه به خود میگوید وقت باقی است، درس را یاد میگیره، اما میبینی که چه پیشامدهایی ممکن است روی دهد. افسوس بدبختی ما این است که همیشه آموختن را به روز دیگر را میگذاریم. اکنون این مردم که به زور بر ما چیره گشتن حق دارند که ما را ملامت، یعنی همون سرزنش کنند و بگویند شما چگونه ادعا دارید که قومی آزاد و مستقل هستید، حالان که زبان خود را نمیتوانی بنویسید و بخوانید. با این همه فرزند، تنها تو در این کار مقصر نیستی، همه ما سزاوار ملامتیم، سرزنشی. پدران و مادران نیز در تربیت و تعلیم شما چنان که باید اهتمام، یعنی همت، نورزیدن و خوشتران دانستن که شما را به دنبال کاری بفرستن تا پول بیشتری به دست آورن. من خود نیز مگر در خور، یعنی سزای شایسته ملامت نیستم، یعنی هستم، استفهام انکاری. آیا به جای آن که شما را به کار درس وادارم، بارها شما را سرگرم آبیاری باغچه خیش نکردم؟ و آیا وقتی هوس شکار و تماشا به سرم می افتاد شما را رخصت نمیدادم که در پی کار خیش بروی؟ میداده. اینجا استفهام تأکیدیه. جوابش مثبت باشه جوابشو بدونی میشه استفهام تأکید، جوابش منفی باشه جوابشو بدونی میشه استفهام انکاری، یا پرسش تأکیدی و پرسش انکاری هم بهش میگه. آنگاه معلم از دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملی کشانید و گفت: زبان ما در شمار شیرین ترین و رساترین زبانهای عالم است و ما باید این زبان را در بین خیش همچنان حفظ کنیم و هرگز آن را از خاطر نبریم، زیرا وقتی قومی به اسارت دشمن درآید، مغلوب، یعنی مورد غلبه قرار گرفته شده، و مقهور، مورد قهر قرار گرفته شده، بیگانه گردد. تا وقتی که زبان خیش را همچنان حفظ کند، همچون کسی که کلید زندان، همچون تشبیه داریم، خیش را در دست داشته باشد. آنگاه کتابی برداشت و به خواندن درسی از دستور پرداخت. تعجب کردم که با چه آسانی آن روز درس را می فهمیدم. هرچه می گفت به نظرم آسان می نمود. چجور می نمود؟ آسان، مستنده. گمان دارم که بیش از آن هرگز بدان حد با علاقه به درس دستور گوش نداده بودم.
و او نیز هرگز پیش از آن با چنان دقت و حوصله‌ای درس نگفته بود. گفتی این مرد نازنین می‌خواست پیش از آن که ما را وداع کند از ما وداع کند، درس را به پایان برد، تمام دانش و معرفت خیش را به ما بیاموزد و همه معلومات خود را در مغز ما فرو کند، که نه از این که به ما یاد بده. چون درس به پایان آمد، نوبت تحریر و کتابت رسید. معلم برای ما سرمشق‌های تازه انتخاب کرده بود که بر بالای آنها عبارت میهن، سرزمین نیاکان، زبان ملی به چشم می‌خورد. این سرمشق‌ها که به گوشه میزهای تحریر ما آویزان بود، چنان می‌نمود که گویی در چهار گوشه اتاق درفش پرچم ملی ما را به اهتزاز، اهتزاز یعنی آویزان کردن، در واقع آویختن، برافراشته شدن میشه، در آورده باشه. نمیتوان جستم کرد که چطور همه شاگردان در کار خط و مشق خیش سعی میکرد و تا چه حد در سکوت و خموشی فرو رفته بودند. بر بام مدرسه کبوتران آهسته میخواندند و من در حالی که گوش به ترنم آنها میدادم، اون ترانه میشه سخن اونها. پیش خود اندیشه میکردم که آیا اینها را نیز مجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان بیگانه بخوانند. گاه گاه که نظر از روی صفحه مشق خود برمیگرفتم، معلم را میدیدم که بی حرکت بر جای خیش ایستاده و با نگاه های خیره و ثابت پیرامون خود را مینگرد. تو گفتی میخواست تصویر تمام اشیای مدرسه را در واقع خانه و مسکن اون نیز بود در دل خیش نگاه دارد. فکرش را بکنید، 40 سال تمام بود که وی در این حیات زندگی کرده بود و در این مدرسه درس داده بود. تنها تفاوتی که در این مدت در اوضاع پدید آمده بود این بود که میزها و نیمکت‌ها بر اثر مرور زمان فرسوده و بیرنگ گشته بودند. فرسوده میشه مسند، بیرنگ میشه معطوفش. و نهالی چند که وی در هنگام ورود خیش در باغ غرس کرده بود، کاشته بود، اکنون درختانی تناور شده بودند. چه اندوه جانکاه و مصیبت سختی بود که اکنون این مردم باید تمام این اشیاء از اینجا رو درک کنند. نه تنها حیات مدرسه، بلکه خاک وطن رو نیز وداع ابدی گوید. با این همه قوت قلب و خونسردی وی چنان بود که آخرین ساعت درس را به پایان آورد. پس از تحریر مشق درس تاریخ خانیمانگاه، کودکان با صدای بلند به تکرار درس خویش برداختند. در آخر اتاق یکی از مردان معمر دهکده که کتاب را بر زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر بزرگ خیش در آن می‌نگریست، با کودکان هم‌آواز گشته بود و با آنها درس را با صدای بلند تکرار می‌کرد. صدای وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود که از شنیدن آن بر ما حالتی غریب دست می‌داد. حواس می‌کردم که در این خنده گریه سر کنم. این خنده گریه سر یعنی تناقض و پارادوکس متناقض نما داره. دریغا خاطره این آخرین روز درس همواره در دل من باقی خواهد ماند. در این اسنا میان وقتی به آخر آمد و ظهر فرا رسید و همین لحظه صدای شیپور سربازان بیگانه نیز که از مشق و تمرین باز میگشتن در کوچه تنین افکند، یعنی پخش شد. معلم با رنگ پریده از جای خیش برخاست. تا آن روز هرگز وی در نظرم چنان پرمباهات با عظمت جلوه نکرده بود. گفت دوستان، فرزندان، من اما بغض و اندوه صدا را در گلویش شکست. نتوانست سخن خود را تمام کنه. سپس روی برگردانید و پاره گچ برگرفت و با دستی که از هیجان و درد میلرزید بر تخته سیان کلمات را با خطی جلی نشد، یعنی آشکار، خط آشکار رو در واقع میشه گفتش که بسیار رسا. زنده باد میهن. آنگاه همانجا ایستاد، سر به دیوار تکیه داد و بدون آن که دیگر سخنی بگوید با دست به ما اشاره کرد که تمام شد، بروید، خدا نگهدارتان باد. قصه های دوشنبه از آی دوده هستش، ترجمه عبدالحسین زرینکوب. خب سوال یک میگه این متن رو با توجه به زاویه دید شخصیت پردازی بررسی کنید. اولین شخص دانش آلفونس دوده، اولین شخص و دانش آموز گفته در واقع این رو، و دیگه نکته بعدیش هم خیلی مهم نیستش. خب بریم سراغ در واقع میشه گفتش که آخرین درس از فارسی سه که نیایش هست. مهم هستش، دیوان شعر از وحشی بافقی هستش. سه نکات داره، دقت کنید. الهی سینه ده آتش افروز. الهی اینجا شبه جمله است، سینه مجاز دله. سینه دلی بده آتش افروزنده بوده، اندش افتاده. انده صفت فاعلی رو میسازه، میشه صفت فاعلی مرکب مرخم. نگاه کن، آتش
افروزنده بوده، میشده وندی مرکب، این افتاده شده آتش افروز، شده صفت فاعلیه، چون شده مرکب، چون اندش افتاده بهش میگیم مرخم. توجه داشته باشی. خب این از این. در آن سینه دلیوان دل همه سوز، یعنی همش توش چی باشه؟ سوز باشه، یعنی طلب عشق میکنه از خدا. این که دلش آتش افروزه یعنی کنایه از اینه که عاشقه، و این که دلش داره آتش به پا میکنه این تشخیص و استعاره مکنیه داره. این سوز رو دقت کن که آخر مصرع دوم سوز و توی بیتای بعدی هم همین اتفاق میفته. سوز دوتا معنی داره، یکی داغ و اندوهه، یکی همون شعله است. داغ و اندوهه معنی میده، شعله معنی نمیده، ولی با اون آتش و فلان اینا تناسب داره، پس این میشه ایهام تناسب. دقت کن به این قضیه. خب بریم سراغ ادامه داستان. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، یعنی اگر اون دلی که سوز نداره دل نیستش. دل افسرده غیر از آب و گل نیست. پس نیست و نیستا یکی وجود ندارد معنی میده، یکی به معنی فعل اسنادی منفیه، پس جناس تام داریم. میگه هر کی عاشق نباشه دلش دل نیست. مثل اون این قرابت داره با اون که میگه هر کی عاشق نیست به فتوای من بر اون نمرده نماز کنید. کرامت کن درونی درد پرور. کرامت کن یعنی ببخش. درونی درد پرورنده بوده دوباره، اندش افتاده میشه صفت فاعلی مرکب مرخم. دلی در وی درون و درد و برون در درد میخواد، سوز میخواد، عشق میخواد. به سوزی ده کلامم را روا، یعنی کلامم رو یک کاری کن. به کلامم را رای حرف اضافه است، به کلامم ارزش بده با اون سوزی که قرارنده سوزه دوباره یه هم تناسب داره. که از آن گرمی کند آتش گدایی، این که آتش گدایی کنه تشخیص داره ساره مکنی است. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، یعنی باز به دلم اینو بده. پس را دوباره راه حرف اضافه است، داغم دوباره مثل سوز میشه. یکیش به معنی اندوهه، یکیش به معنی آتیشه. آتیشش معنی نمیده، این معنی میده، ولی آتیشش همون شعلش با اون آتش و اینها آتشین جلو تناسب داره، میشه یه هم تناسب. جبین میشه پیشانی. زبانم را بیانی آتشین ده، آتشین میشه صفت نسبی، یعنی به زبانم. دوباره راهش هم راه حرف اضافه است. ده و نه با هم جناس دارن و فعل امرم هستن. اینه داره طلب عشق میکنه، این میگه عشق بهم بده. ندارد راه فکرم روشنایی، یعنی فکر من روشنایی نداره. ز لطفت پرتوی دارم گدایی، از لطف خودت پرتوی روشنایی آگاهی به من بده، گدایی میکنم ازت. اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه ای راز. یعنی راز شبیه چیه؟ گنجینه است، میشه اضافه تشبیه. میگه اگه لطف تو نباشه که این پرتو روشنایی و راهنمایی رو به من بده، من کجا پیدا کنم این گنجینه راز؟ چجوری به رازا برسم؟ به راه این امید پیچ در پیچ، امید پیچ در پیچ، به راه این امید. راه میشه هسته، دقت کن، راه امید پیچ در پیچ، راه امید پیچ در پیچ، این داشت اینجا، راه این جا این داشت. راه که میشه هستم، این میشه صفت. صفت کیه؟ این امیده. امید خودش چیه؟ مضاف الیه، چون اسمی که جلو اسمیه. پس این صفت چیه؟ صفت مضاف الیه، میشه وابسته وابسته. پیچ در پیچ هم صفت، صفت امیده یا صفت راهه. راه این امید پیچ در پیچ، صفت کیه؟ به راه این امید پیچ در پیچ، امیده دیگه. نمیتونه صفت در واقع اگر که اونجوری بود میشدش به راه پیچ در پیچ این امید. پس این هم میشه صفت، این میشه صفت مضاف الیه، میشه وابسته وابسته. خب مرا لطف تو میباید، برای من لطف تو لازم است، این میشه. و دگر هیچ، هیچ و پیچ هم با هم چی دارن؟ جناستن. معنی را هم اونجا معنی برای میداد. خب بچه ها به انتهای کتاب درسی فارسی 3 رسیدیم. تاسفانه نشد که شما رو ببینیم، باز هم امیدواریم که بشه یک موقعیتی پیش بیاد که بتونیم شما رو حضوری ببینیم. امیدوارم موفق باشید.
سلامت باشید و در کنکورتون بهترین نتیجه رو توی ادبیات بگیرید. خدا نگهدار شما باشه.